تعامل ناگهانی محمد محقق با طالبان و نگرانی بریتانیا از عقب‌گرد سرسام آور وضعیت حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان. سلام بینندگان عزیزی را که همگنون کانال ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها: نگرانی بریتانیا از عقب‌گرد سرسام آور وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت تسلط طالبان. 29 سپتامبر 1401 8 صبح کابل. ریتا فرنج سفیر حقوق بشر بریتانیا میگوید که وضعیت حقوق بشری با ویژه زنان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به گونه سرسام آور عقب گشت داشته است. در بیانیه که سفیر حقوق بشر بریتانیا روز سه‌شنبه 29 سپتامبر منتشر کرده آمده است که در هیچ کشور دیگری زنان و دختران به این سرعت از تمام عرصه‌های زندگی عموم با ویژه مکاتب متوسطه حذف نشدند. این بیانیه که با وضعیت زنان و دختران در افغانستان اختصاص دارد، در آن از عقب‌گرد سرسام آور در برخورداری زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان پس از به قدرت رسیدن طالبان ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه آمده است: ما از طالبان می خواهیم که فوراً از این سیاست ها و اقداماتی که حقوق بشری زنان و دختران افغان را محدود می کند عقب نشینی کنند. در بیانیه آمده است که اقلیت های مذهبی و قومی همچنان مورد هدف قرار می گیرد و اتهامات مبنی بر بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل های فراقانونی توسط طالبان وجود دارد. سفیر حقوق بشر بریتانیا می گوید که پس از آغاز حاکمیت طالبان آزادی رسانه ها محدود شده است و گزارش های مکرر از سرکوب خشونت آمیز مخالفان طالبان نیز وجود دارد. در این بیانیه بریتانیا طالبان خواسته شده که فوراً برای محافظت از حقوق همه افغان ها گام بردارند. بیانیه افزوده است که این شامل حصول اطمینان از گفتگوی فراگیر است که واقعاً بازتاب دهنده یا جامعه افغانستان است. رفتار طالبان در طول حاکمیت یک سالهشان از سوی بیشتر نهادهای حقوق بشر و کشورهای انتقاد شده و این گروه به نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی متهم است. همچنان این در حالی است که محقق در تعامل با طالبان مذهب جعفری خط سرخ ما است. 29 سپتامبر 1401 اطلاعات روز. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که در تعامل با طالبان شناسایی مذهب جعفری خط سرخ ما است. او امروز سه‌شنبه 29 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نوشته است: برخی از خائنین گفتند که در تعامل با طالبان عدم رسمیت مذهب شیعه مانی نیست و روشن نیست که چنین اظهاراتی را به چه کسی مطرح کرده است. محقق که عضویت گروهی از چهره های سیاسی موسوم به شورای مقاومت برای نجات افغانستان را دارد نوشته است: بعضی از خائنین که گفتند در تعامل با طالبان به رسمیت شناختن مذهب شیعه مانی نیست از کیسه خلیفه بخشیدند. مذهب جعفری خط سرخ ما است، کسی با آن بازی کرده نمیتواند، از جرگه ما اخراج میشوند. مذهب جعفری و قانون احوال شخصی شیعیان در زمان حکومت کرزی به رسمیت شناخته شد. پس از روی کار آمدن طالبان ما تنها فقه حنفی رسمیت دارد و در محاکم این گروه تطبیق می شود. شورای علمای شیعه افغانستان بارها از حکومت طالبان خواست تا مذهب جعفری در افغانستان به رسمیت شناخته شود، اما تا کنون طالبان به این خواسته پاسخ نداده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.